به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام صبح همه شما عزیزان بخیر باشه. آرزو میکنم که امروز جمعه را با خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و یک هفته هم که سپری شده با سلامتی سپری کرده باشین. باز هم برنامه پزشک عادی نروز تقدیم شما خوبان میکنیم و موضوعی را که امروز ما انتخاب کردیم نفس تنگی میباشه و در رابطه با این موضوع با دکتر صاحب محمد دقیق دقیق که ایشان متخصص امراض داخلی عمومی هستند صحبت می داشته باشیم. سلام روزتان بخیر دکتر صاحب. سلام علیکم. سلام خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. هر نفسی که می کشیم می گیریم ممد ذات و هر نفسی که می کشیم در ذکر و صفات است. امید است که همه بیننده های عزیز صحت و سلامت باشن. ممنون شما سلامت باشین. جا داره دکتر صاحب سپاسگزاری کنیم در ابتدای برنامه از شما که روز جمعه هم فرصت دادین تا در خدمت ما و هموطنان عزیز ما باشین. دکتر صاحب، از اینکه موضوع مورد بحث ما امروز نفس تنگی هست، بیاین در ابتدا برام بگوین خود نفس تنگی چگونه یک بیماری است؟ نفس تنگی در اصل یک بیماری طرق تنفسی یا راه تنفسی یا مجرای تنفسی است که با التهاب مزمن و عکس العمل یا پاسخ در مقابل اکثریت از چیزهایی که از خارج ما و شما میگیریم یا بیرونی میباشه یا داخلی میباشه، وجود ما در مقابل از او به درجات مختلف مجرای تنفسی را اسپزم یا خوردی ایجاد میکنه و باعث تشخیص این مرض میشه. حالا در کل خود نفس تنگی به چند نوع میباشد؟ در کل تقسیمات نفس تنگی از نگاه خود نوعیت نفس تنگی به دو نوع است. یکی ارلی است و یکی لیت است. ارلی را ما انترینسیک فاکتور یا فاکتورهای دوره‌ای یا فاکتورهای داخل المنشأ همچنان میتونیم بگوییم و لیتش یا خارج المنشأ میگوییم که او اسباب مختلف و خاصیت های مختلف. حالا امی نفس تنگی هایی که شما گفتین ارلی یا داخل منشأ میباشه، این چگونه نفس تنگی هست؟ ارلی نفس تنگی ها نفس تنگی های داخل المنشأ در اصل خارج المنشأ ابتدایش براتون میگم که خارج المنشأ یعنی تمام چیزهایی که مریض در مقابل از او حساس است و ایجاد حساسیت میکنه، وجود او شخص طور طراحی شده، طور ایجاد IgE انتیبادی انتیجن ایجاد میشه، یعنی IgE انتیبادی در مقابل بعضی از مواد مثل موادی که از خارج مریض میگیره مثل گرد و خاک و بوی حیوانات، امو چیزهایی که مثلا پوست پشک یا پوست سگ یا هر حیوان دیگه خانگی که میباشه، وقتی از بدنش امو موادی که بیرون میشه یا بخار یا خاکایی که بیرون میشه، ذرات یا مایتس که بیرون میشه، مریض در مقابل از او انتیبادی تولید میشه، در بدنش تولید میشه، در انتیبادی هم در خود مجرای سیستم تنفسی یا امو خود قصبات ایجاد میشه و این خود انتیبادی ها زمانی که ایجاد شد در نتیجه مجرای تنفسی اول خود مخاط تورم یا پونیدگی پیدا میکنه، بعد در اثر عمی عکس العمل انتیجن انتیبادی افرازات بعضی از موادی هست که در اوج افرازات ایجاد میشه، او مواد باعث میشه که اسپزم عضلی یا اسپزم خود مجرای تنفسی ایجاد شه و مریض احساس نفس تنگی یا اسرت تنفس کنه. نو دیگه شه که بعدا ما ممکن سوال بعدی تان که باشه نو دیگه تان چیه؟ نو دیگه ش که لیت انترینسیک است. انترینسیکش ارتباط به موضوع خارجی نداره، موضوع به ارتباط به مواد خارجی زیادتر نداره، مثلا ای وابسته به سیستم عصبی داخل عضلی است، یعنی سیستم عصبی اتونوم که خیلی نقش داره که این سیستم عصبی اتونوم در قسمت مقویت عضلی داخل برانشا یا داخل قسمت قصبات هست که وقتی که یک عکس العمل ایجاد میشه در مقابل الفا ادرنرژیک ها میگن، الفا ادرنرژیک ها فعال میشه و اسپزم عضلی ایجاد میشه، مثل هوای سرد، تغییرات هوای سرد، گرفتن بعضی از مواد دواها است که میتونه باعث فعال شدن این سیستم شود و باعث اسپزم عضلی شود.
همچنان جا داره یادآور شویم که شما عزیزانم پرسش اگر در رابطه به موضوع برنامه ما دارین میتونین با شماره تماسی که از قبل روی صفحه تلویزیون شما ظاهر شده تماس گرفته و سوالتان را با ما مطرح بسازین. حالا دکتر صاحب، افرادی که نفس تنگی دارن گاهی اوقات حملات سرشان میآیه، این حملات چگونه حملات میباشه؟ ما میتونیم خود تقسیم بندی حملات نفس تنگی را به 3 طبقه به صورت کل طبقه بندی کنیم. در بعضی کتاب ها متفاوت آمده طبقه بندیش، ولی طبقه بندی 3 طبقه ایش طوری هست که به صورت خفیف میباشه، اعراض علائم مریض اعراض علائم خفیف می داشته باشه. مثلا مریض یک نفس تنگی عادی احساس میکنه که میتونه او با بعضی از دواهای عادی ریسپانس بده، مریض حالتش خوب شوه، یا هیچ بعضی وقتا از دوری بکنه، از مساعد شدن بعضی از مواد میتونه جلوگیری شوه. یک حالت میتونیم حالت ایرلی یا آنست یا شروع نفس تنگی را حالتی را بگوییم که او نفس تنگی ها بسیار دورهی می باشه. نفس تنگی دورهی است، یعنی بین دو نفس تنگی که حمله داره مریض، در بین دو نفس تنگی مریض نرمال هست، مریض هیچ کدام مشکل نداره، ولی بعد حمله بعدی که آمد مریض احساس میکنه که خب شدید نفس تنگ است. یک حالت مزمنش هست که این مریض ها اگر در صورتی که دوا بگیرن مریض قابل کنترل است و خوبتر است، ولی در صورتی که دوا نگیرن این مزمن دوامدار تا بالاخره که این خیلی شدید حملات میتونه ایجاد شه. و یک حالت دیگه است که خیلی حاد یا شدید ایجاد میشه که او مرحله بسیار شدید است که مریض حتی توان به دراز کشیدن مریض نداره، استراحت شده نمیتونه، بسیار شدید نفس تنگ میباشه و ایجاب میکنه که مریض حتی به اکسیژن نیازمند میشه و طرق تنفسیش مکمل بندش پیدا میکنه و این ارتباط میگیره که باید مراجعه مریض به شفاخانه شود و او شفاخانه برش از دواهای وریدی و یا دواهایی که انشاقی از بسیار شدید که از طریق نبولایزر برشان داده میشه، از او طریق میتونه به مریض خوبتر باشه و بهتر شود. و این طبقه بندی خوبتر طبقه بندی است که میتونه به مردم به صورت عام فهم باشه. بسیار خوب دکتر صاحب، زمانی که بالای یک فرد حمله یا نفس تنگی میآید، امی فرد یا اقاربی که دور و اطرافش هستند چی کار باید برش انجام بده؟ بهترین روشی که هست، اول ما و شما باید به مریضا طریقه وقایش به مریض یاد بدیم، چطور بتانیم وقایه بکنیم مریضه. اول کاری که میکنیم از او موضوعات یا موادی که این عکس العمل داره مریض، باید او ارزیابی شه و این عکس العمل هایی که در قسمت بدن از این موجود است، اونمو عکس العمل ها را باید ما و شما جلوگیری بکنیم. مثلا ما یک مریض است. پوزش دکتر صاحب، قبل از نامی صحبت هایتان تماس داریم. آقای نجیب از کابل، سلام روستان بخیر. شما بخیر، همشیرا خوب هستین، سلامتان خوبه. ممنون، شما سلامت باشین. آرزو میکنم که خانوادیتان هم سلامت باشن. مهربانی پرسشتان رو بگوین. پرسش من برادر محترم، اگر جایتان رو تغییر بتین صدایتان رو درست نداریم. نجیب جان، اگر موقعیت تان را تغییر بتین ما صدای تان را درست نداریم. بله بفرمایین، سوال تان را بگوین. تقریباً از یک سال اینمه تو میشه، خب بعض وقت بازگون میشه اینه، بعض وقت بازگون. شما پرسش شانه گرفتین دکتر سکر؟ به نظرم که هدف سوال برادر مایی بود که ما ممکن نفس تنگی داشته باشه و این نفس تنگی ما بعضی وقت خوب است و بعضی وقت بهتر است. ما پیشتر هم گفتم که این طبقه بندی از جمله طبقه بندی مریضایی است که در بین خود حملات نفس تنگی مریض احساس میکنه نرمال هستم و 100% مریض ما استفاده از مواد انشاقی یا دواهای انشاقی میکنه که او حالتایی است که به مریض پیش میاد و خودش هم میفهمه که در این حالت به ما حمله پیش آمده و استفاده از دوای انشاقی میکنه. و هدف اصلیشان رو نفهمیدیم که خواستشان چی بود که برشان مدرعه میساختیم. درست دکتر صاحب، حالا هم برمیگردیم به صحبتهای خود ما که روی ازی بود که زمانی که یک فرد مصاب به حمله نفس تنگی میشه چی کار کنه، که شما ابتدا وقایه را تشریح کردیم. وقایه به این مریضا پیشتر هم گفتیم که مهمترین گپ است، بالخصوص استفاده، چون که یا مساعد بعضی از انتانات هستند، از این خاطر انتانات ویروسی
انفلونزا و انتانات ویروسی سینه و بغل، باید یا برن به طرف واکسین و واکسین سینه و بغل و انتانات ویروسی شوند. دوم، تمام این مریضها باید به صورت درست تداوی شود. اگر یک زمانی برشان انتانات طرق تنفسی ایجاد می شود، این انتانات باید به صورت آنن پیش دکتر برن و تداوی انجام شود برشان. و دیگه ای که بعضی از کسها علاقمند هستند که واکسین بگیرن، واکسین بر از یا خیلی مهم است. واکسین ها در صورتی که در افغانستان به نظرم که نو ایجاد شده، واکسینیشن بخش حساسیت، این واکسین ها خوب است، ولی اصلا مهمی است که در عین واکسین امو دکتر معالجی که هست بسیار باید حساس باشه، که بعضی از واکسین ها بسیار حساسیت خطرناک دارن. در پولیشان وقتی که واکسین تطبیق میکنن، استفاده از دواهای ادرنالین، هیدروکورتیزون و اتروپین در نزدشان باشه که کدام حساسیت خطرناک بر علاوه ایجاد نشه که سبب مرگ مریض میشه. بازم تماس داریم دکتر صاحب. آقای جاوید از ولایت هرات، سلام، روزتان بخیر. جاوید جان سلام، ما را میشنوید؟ ممنون، شما سلامت باشین. مهربانی پرسشتانا بگوین. مختم کار محترم دکتر صاحب پرسان میکنم که همین مشکل تنفسی از مجلو تنفسی من مزمن شده، عفونت میکنم مدام وقت، تن نفس کشیده نمیتونم هم برسه مدام وقت، این مزمن عفونت مزمن شده 6 سال میشه، هرچی تداوی میکنم جورم نمیشه. این دکتر صاحب یک مهربانی شما پرسش داره مشکل با کجا حل میشه؟ دیگه مشکل نداری غیر نفس تنگی، دیگه امراض شکر و فشار بلند؟ این هی تازه میکنم نفس رو دکتر سعیده بیزی حالت. در سابق نفس تنگی داشتی؟ تثبیت شده که شما اسما دارین؟ در سابق مشکلات چیز داشتم، همی میده داشتم. درست، شکر فشار بلند مشکلات دیگه نداشت؟ فشار بلند هم داشتم، از قوس سیپ رو ایبتادین دیگزامیتازون استفاده میکردم، به واسطه چاقی این مشکل رو وجود آمد خواه. حالا استفاده از دیگزامیتازون نمیکنه؟ نه از تودید سه سال میشه. از اکسیجن هایی که در دهن میگه ما و شما به صورت عامیانه انشاقی سلبی تمام میتونیم؟ انشاقی حدود سه ماه استفاده کردم، چیز تا دیگه جوری چیزی مثلا کدام تأثیری نکرد، دیگه از اونم استفاده نکردم. درست است، تشکر. از یک چیز دیگه هم استفاده میکنم برای گلو، خود سلوفر خود بنزیدامین، از این دو چیز استفاده میکنم بخاطر گلو، خاطر نفس تنگم خیلی. درست است، درست. ممنون شما، سلامت باشید. این مریض ما مریضی هست که اتوپی میگن، یعنی حساسیت دارن. نوع اولی که پیشتر ذکر کردیم، در نوع اول اتوپی افرادی هستند شامل که یا بر علاوه که نفس تنگی می داشته باشند، در پالی از او مریض سینوزیت می داشته باشه. گفت که ما یک دوا استفاده می کنم از طریق بینی و به خاطر پاکاری بینی و مشکل بندش بینی می دارن، سینوزیت دارن که همراه با اتوپی ها می باشه. این عکس العمل حالت های بعضی وقتا به مریضا پیش می آید که این حالت ها برادر ما باید توجه کنن که پیش دکتر معالجش مراجعه بکنه. در تداوی متفاوت است، تداوی قدمه 5 قدمه تداوی داره. در ابتدا مریض از پیشتر هم خودش هم ذکر کرد که ما از انهلیشن ها یا مو منتولین یا سلبیتامول یا دوای استفاده میکنیم به صورت انشاقی. اگر میگه این تاثیرگذار نبود، مرحله بعد استروید میگن، کورتیک استروید ها رو استفاده میکنیم. کورتیک استروید های انشاقی اگر تاثیر نکرد، اردوش کمباین میکنه دکتر مالج. بعد از اگر این تاثیر نکرد، دکتر بعدا از طریق آی وی و از طریق دیگه میتود هایی است که جلوگیری شود. در پالی از او برادر ما باید توجه بکنه که در قسمت میدهش توجه داشته باشه که خود جرت یا ریفلکس یا برگشت اسید میده خیلی تاثیرگذار است، که مثل حملات استماتیک واری یک حالتی به مریض مثل صدای مخرشی که مثل شوت میگیم، خیشخیش شدید تنفس هست. این حالت در حالتهایی که مریض جرد یا ریفلکس مری داشته باشه، اسید میده از میده بالا میاد به مری و در قسمت سیستم تنفسی باعث تخریش سیستم تنفسی میشه و این باعث صداها میشه که باید دیگه تشخیص تفریقی شه بین اسما و دیگه مریضی که هست. بله. خب دکتر صاحب، از تشخیص تفریقی یاد کردین، حالا ما نفس تنگی رو با کدام بیماری ها میتونیم تشخیص تفریقی کنیم؟ تشخیص تفریقی با امراض مختلف میشه، از جمله امراض سیستم طرق تنفسی علوی
مثل پیشتر گفتیم سینوزیت، مثل مشکلات خود کورد سایه که سایه ما و شما صدا میگیم، صدا از جیجان میشه، تناب های هنجره مشکل پیدا میکنه و با مریضی هایی که به طرق تنفسی سفلی ارتباط میگیره، مثل COPD یا کرونیک آبستراکتیف پولمونری دیزیز، نیموتوراکس و سایر امراض ها، مثل مثلا ما میتونیم بگوییم که به امراض های کتلات سیستم تنفسی، با امراضی که میتونه از باعث سندروم ها ایجاد شود، استفاده از دواهای متداوم فشار بلند به صورت دوامدار، فشارهای دواهایی که مثل پروپرانول هست، این میتونه باعث، چون که یکی از حالتهای این دوا طوری است که خود اگزاسربیشن میکنه، یعنی مریضی اسما را شدت میبخشه بعضی حالات، و میتونه ما تشخیص تفریقی به این حالت هم بکنیم، و این امراضی است که به صورت عام مردم شناسایی میکنه و تحت نظر دکتر معالج باید پیش بیرن و تشخیص تفریقی دقیق صورت بگیره. پیشتر هم گفتم یک کسی از رفلکس یا اسید معده یا جرد داره، یک عکس العمل سیستم تنفسی پیدا میکنه، مثل اعراض علائم خود اسما را میده به مریض، ولی بعضی وقتا مریض احساس نمیکنه که من فکر میکنم من اسما دارم، و دکتر صاحب معالجشان هم متوجه این نمیشه که مریض مشکل هضمی داره، مشکل جهاز هضمی داره، از این خاطر باید متوجه باشن در تشخیص تفریقی. حالا دکتر صاحب، افرادی که نفس تنگی یا اسما دارن، اینا کدام اعراض علائم از خودشان بروز میدن؟ مهمترین اعراض علائمی که به مردم عام فهم است، سرفه هست، نفس تنگی بسیار شدید هست، و خود حالت های متفاوتی از سرفه که امراه با بلغم چسبناک هست، و مریض بر علاوه که نفس تنگی داره، یک احساس گرنگی یا گرفتگی در قسمت سینه مریض ایجاد میشه، و در هر حالت شدت مرض متفاوت است که مریض کدام احساس داره. مثلا مریض هایی که بسیار حالت شدید می داشته باشن، نفس تنگیشان خیلی شدید هست، وقتی که مریض استراحت میکنه استراحت کرده نمیتونه، مریض حملاتش زمانی که مریض از طرف شب استراحت میکنه، در نیمای شب احساس میکنه که من از خانه بیرون شوم، احساس نفس تنگی بسیار شدید میکنه، با طرف کلکین یا دروازه مدوه و نفس عمیق میگیره. اینی حالت ها که باید باز ایره تشخیص تفریقی با امراض مزمن قلبی که باعث امراض تنفسی قلبی میگن، امراض تنفسی قلبی میگن، این حالت ها باید تشخیص تفریقی شود. مریضا یک حالت های بسیار شدید پیشرفته که مریض سچوریشن مریض خیلی پایین می باشه، پایین تر از 70 می باشه، که با دیگه امراض باید تشخیص تفریقی شود. اگر مشکل اسما داشته باشه، سچوریشن مریض پایین بیاد، مریض یک احساس سیانوز یا نوز مرکزی، یعنی می بینی که لبهای مریض سبز گشته، نوکای پنجه‌ای سبز گشته، تغییر رنگ داده، از این خاطر او حالت های نفس تنگی بسیار شدید است که به شفاخانه یا دکتر معالجش باید مراجعه کنن. خب دکتر صاحب، حالا عواملی که بیشتر باعث نفس تنگی در افغانستان میشه و مریضایی که نزد شما مراجعه میکنن، بیشتر از سبب کدام عوامل مراجعه میکنن؟ در اصل بیشتر هم یادآوری کردم که از نگاه سببی تفاوت میکنه. یک تعداد افراد است که سیستم بدنشان خیلی زود در مقابل عمو مواد یک انتیبادی تولید میکنه به نام انتیبادی IgE است، که در مقابل گرد، غبار، خاک و مواد مثل بعضی کسا مثل شیر حساسیت دارن، و مواد انتیجنی خود ماهی است، مریض زمانی که ایره میخوره عکس العمل پیدا میکنه، و زیادتر اتوپی هایی که هست از طریق انشاقی، وقتی که مریض انشاق میکنه اون مواد در سیستم تنفسیش میره در قسمت های خود قصبات، قصیبات زمانی که این مواد میرسه عکس العمل التهابی ایجاد میشه، موادهایی که شیمیایی از در قسمت افرازات زیاد میکنه، و این باعث میشه که باعث بندش سیستم طرق تنفسی شوه. و موضوع پیشتره که گفتم، بعدن حالتی هست که خود مریض یک عکس العمل داخلی داره، انترنسیک فاکتور یا عکس العمل خود سیستم عصبیش است، که اونمو سیستم عصبی داخلی یعنی در قسمت عضلی ملسای
طرق تنفسی نقش داره که او باعث عکس العمل ها میشه. مثلا یک کسی از نفس تنگی داره و زمانی که دوای اسپرین میگیره و یا تابلت های فشار بلند میگیره مثل پروپرانول و دیگر و ادویه های ایس اینهیبیتور که هم باعث افزایش سرفه مریض میشه، این میتونه مریض به سرحدی برسانه که حالتش خراب شه. و از اینی حالت هایی که اسباب جمله اسباب مریض گفته میشه در عموم میتونیم بگوییم. بسیار خوب دکتر صاحب، قبل از پرسش ما تماس داریم. دکتر صاحب سلام، روزتان بخیر. دوست عزیز بخیر هستین دکتر صاحب؟ خوب ممنون، شما سلامت باشین. ابتدا اگر لطف کنین اسمتان رو بگوین و از جایی که با تماس شدین. اسم من یوسف است از کابل. آها یوسف جان، مهربانی پرسشتان رو بگوین. من خودم همی طرق تنفسی و نفستنگی نفسش همون درد و غبار و محیط ناسالم. یوسف جان ما صدایتان را نداریم برادر محترم. بله. آها مهربانی پرسشتان را بگوید. گفتم که این همی نفستنگی سببش همین درد و غبار و محیط ناسالم مثلا کابل سببش میشه نمیشه نفستنگی یا طرق تنفسی؟ ممنون شما، سلامت باشین یوسف جان. برادر ما فرمود که موضوع نفس تنگی ارتباط به آلودگی هوا داره. بله میتونه آلودگی هوا باعث شوه، بیشتر هم گفتیم گرد و غبار تمام یا نقش داره و تمام مریضایی که نفس تنگی دارن زمانی که ما از او پرسان کنیم از طرف سو بسیار نفس تنگی شدید می باشه که تاثیرات خود اوزون است، یا وقت زمانی که خود غبار یا همو اوزون سطح هوا پایین میشه نفس تنگی شدید میشه. ارتباط زیادتر به این میگیره که مریض از نظر ژنتیکی چقدر مساعد است و چقدر حساس است. گفتم پیشتر که مو انتیبادی چقدر زود فعال شده و مو انتیبادی باعث عکس العمل در بدنش شده میتونه باشه، میتونه 100%. دکتر صاحب این نفس تنگی میتونه به شکل ژنتیکی هم منتقل شوه، مثلا از مادر به پسر یا دخترش؟ بعضی کتاب ها ذکر کرده که ارتباط بعضی از کروموزوم ها است و میتونه باعث انتقال امی امراض از طریق ژنتیک شوه. بازم تماس داریم دکتر صاحب. آقای محمد رفیع از ولایت کابل سلام، روزتان بخیر. سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتمند بخیر هستین؟ ممنون شما، سلامت باشین. مهربانی پرسشتان رو بگوین. برادر محترم اگر لطف کنین صدای تلویزیونتان رو کم کنین و از طریق تلفن با ما صحبت کنین بهتر میشه. از ولایت بامیان تماس گرفتم. خانمم سخت نفس تنگی داره. همه هوا که سرد میشه زیاد نفسش بخیر قید میشه، کوشش میکنه که بیرون بره تو اگه هوای آزاد بگیره، زیاد این تو خرخیره میکنه دیگه. نمیدونم در کابل صدایی میشه؟ اگه میشه در کجا هست پیش کی بریم؟ مهربانی شما پرسش دارین دکتر صاحب؟ دیگه مشکلات مریضی های دیگه نداره؟ شکر رو دیگه مشکل نداره؟ هیچ مشکل دیگه نداره. سابق نفس تنگیش چقدر شده سابقش؟ یک دو سال میشه که نمی سابقه یه نمی نفس تنگی زینمی اواخر بخیر زیاد شده. درست تشکر، ممنون شما، سلامت باشه. خب برادر ما گفت که خانمش مشکل داره، مشکل نفس تنگی داره. او پیشتر گفتیم که یکی از علائم مهم نفس تنگی است که مریض وقتی که نفس تنگ میشه احساس میکنه که نفس عمیق بگیره و بر علاوه از این حالتای بسیار شدیدش است که مریض بعضی وقتا مساعد انتانات میشه، مساعد انتانات طرق تنفسی میشه. این باعث میشه که مریض خیلی وخیمتر بسازه و مراجعه زیاد مریضان پیش دکترها از این خاطر است که حالتا را وخیم میسازه و مشکلات تنفسی، مشکلات ویروسی. و ما شما
بیشتر مساید در این زمان در این وقت مساید بیشتر ویروس ها هستیم. هر ویروس مثل انفلونزا، مثل نومونیا و هر ویروس دیگه که باشه که سیستم تنفسی را مساید مصاب بسازه، باعث شدت نفس تنگی میشه. برادر ما باید خانه میشه نزد دکتر ببره و اگر تداوی درست نشده باید تشخیص درست شود. در تشخیص درست نفس تنگی باید امراض دیگه نفس تنگی را که پیشتر گفتیم تشخیص تفریقی شود، امراض قلبی نداشته باشه. بعضی وقتا مریض مشکل قلبی می داشته باشه و ایجاد نفس تنگی هم میکنه که باعث نفس تنگی بسیار شدید میشه. تثبیت شود 100%. اگر نفس تنگی داره استفاده از انهالرا و استفاده از دواهایی که مهم از به نفس تنگی باید بر شروع شود و خوب شود. و اگر وجود قابل تداوی نیست میتونه به کابل بیاره مراجعه بکنه به دکترهای شخصی و هر دکتر دیگه که میتونه مراجعه بکنه تداوی شود. باز هم تماس داریم دکتر صد. بانو فرزانه از ولایت کابل، سلام روستان بخیر. سلام دکتر صد. علیک سلام. مهربانی خواهر محترم، پرسشتانه بگوی. دکتر صد، من از چقدر تداوی نمیش خوب نمیشه. فرزانه جان صدایتان رو درست نداریم، اگر سوالتان از سر تکرار کنین خوب میشه. ما افسول شده که نفس قیدی دارم. از چقدر که دوام میدارم هیچ فایده نمونه. چقدر مخصوص شده؟ افسول داد. افسول شده. نفس تنگیش افسول شده. پرسش دیگه دارین شما بفرمایید دکتر صاحب. درست است، ما میگیم به خاطر ای که میگه تا دوا میگیرم بهتر نمیشم راجع به او گپ میزنیم. ممنون شما، سلامت باشید. دو دورش تا چی شده؟ دو دورش تا واکسین هم گرفتم مفصل فایده نکرد. واکسین حساسیت گرفتی؟ بله دکتر. درست درست. همیشه نفس تنگ هستی یا وقفه ای نفس تنگ میشی؟ در بین حالت های نفس تنگیت وقفه خوب هستی؟ همیشه رو سرسید، همیشه وقتم نفس قید هست. در خانه یک کمی گلونیم که خارشت کنه که یک کم گلونیم خارشت کنه یا چای آبی چیزا بخورم در سرسید باز بندم یک کم سلفر بیارم در نفس قید میشه. درست درست. دیگه کدام گفتنی؟ تشکر دکتر. ممنون شما، سلامت باشین فرزانه عزیز. پیشتر هم بیان کردیم که در قسمت تداوی بعضی از مریض ها باید خیلی محتاط باشند. مریض ها باید پیش دکتر معالج دوباره مراجعه بکنه. طبقه بندی داره، خود استیپ داره. اگر دوای پیشتر هم گفتم دوای انهلیشن یا دوایی که از طریق تنفس به مریض داده میشه، اگر مثل ما و شما به صورت عامیانه میگن دوای کشکی استفاده میکنیم یا دوای اکسیژن میگه بسیار کسا، از او استفاده میکنن، اما انهلرا اما کشکی اگر تاثیر گذار نبود دوباره پیش دکتر مراجعه بکنن. بعد میتونه دوای اورال یا سیستمیک کورتیکوستروید ها برشان خوب است، مثل دکسامیتازون و پردنیزون. دکتر صاحب ها به دوز مشخصی که نظر به وزن مریض تعیین میشه داده میشه. اگر او هم تاثیر گذار نبود، بعدا امراض دیگه که مثلا امراض انتانی که باز اگزاسربیشن میشه، یعنی افزایش میده یا حالت، باید توش تداوی شوه. در این صورت مریض باید در موضوعی که گفت واکسین گرفتیم، واکسین تأثیر گذاریش تقریبا حدود 50% هست. نمیتونیم اگر مشخصا یک واکسین ما انجام بدیم، او واکسین تنها ممکن در یک موضوعی که تو دمو مواد حساس هستی او را جلوگیری کنه. بعدا موادی که تو حساس هستی باید از اون موضوعات تو خود دوری بکنی، مثل گرد و غبار و دود و خود دود سیگرت. حتی گفته که اگر در خانه کسی خودش سیگرت میزنه یا کسی دیگه سیگرت استفاده میکنه، بر از این مساید میشه و باعث نفس تنگی مریض میشه. اگر حیوانات خانگی دارن، حتی پر حیوانات و خود دیگه تمام حیواناتی که در خانه زندگی میکنه میتونه باعث حساسیت به مریض شوه و این را باید جلوگیری بکنه. در پلی از او به دکتر صاحب مارجان مراجعه کنن و او دکتر صاحب تداوی از او را تغییر بده و تداوی بهتر صورت بکنه. خب دکتر صاحب، بالا عوامل خطرساز در نفس تنگی چی میباشه؟ عوامل خطرساز در نفس تنگی استفاده از حالتهایی که ما و شما پیشتران بیان کردیم که هر دوایی که به مریض مشکل ساز است، بلخصوص دواهایی که بیتا بلاکرهای فشار بلند مثلا پروپرانول بلخصوص، این باعث افزایش نفس تنگی مریض میشه. استفاده از آسپرین میتونه
باعث نفس تنگی مریض شود. و دیگه حالتایی که مواد گفتیم، هر موادی که حساسیت داره مریض میتونه این حالتا را به مریض باعث شدت نفس تنگی شود. بر علاوه استرس، هیجان میتونه افزایش نفس تنگی را ایجاد کنه. بعضی کسا که نفس تنگی دارن وقتی که تمرین میکنن، در آخر تمرین یا باعث ایجاد نفس تنگی برشان میشه. این نفس تنگی حالتایی است که مریض، یعنی خود تمرین هم میتونه افزایش نفس تنگی بده برای مریض. و حالتای مختلف دیگه هم هست که بیانش به صورت عامیانه بهتر نیست تا که مراجعه کنه پیش دکتر معالج برش گفته شد. و از این خاطر هر موضوعی که یک کسی به صورت عادی یک مشکل عادی داره، اگر احساس کنه من نفس تنگ هستم، از نگاه عصبی برش خوب نیست، باید به دکتر معالج مراجعه کنه و تثبیت شود که نفس تنگی اسما داره، باید از دوا برش شروع شد. دکتر صاحب، از پروپرانول یاد کردین، بعضی از جوان ها هستن زمانی که مثلا سیمینار یا موارد می داشته باشن، یک ساعت قبل از این دوا استفاده می کنن. آیا هم استفاده بیش از حدش منجر به این خواهد شد که دچار نفس تنگی بسازه اینا را؟ نه خیر، نه. ما پیشتر هم گفتیم یک کسی نفس تنگی داره و بر از او وقت پروپرانول توصیه میشه، او باعث افزایش نفس تنگیش میشه. خود پروپرانول باعث نفس تنگی نمیشه. این را متوجه افزایشش میشه. مثلا او که یک خاصیتی داره که باعث برانشو کانسترکشن برانشا میشه، یعنی تقبض برانشا را زیاد میکنه، تاثیر در قسمت قلب برادیکاردی ایجاد میکنه، یعنی ضربان قلب پایین میاره و این باعث میشه که استرس مریض کم باشه. از این خاطر در وقت هیجان، در یک مصاحبه، یک حالتی که میرن و یک تا تبلت پروپرانول استفاده میکنه، از این حالت جلوگیری میکنه. تاثیر گذاری زمانی است که یک مریض تثبیت شوه که اسما داره، مشکل اسما را زیاد میکنه. بازم تماس داریم دکتر صاحب. سلام روستان، بخیر دوست عزیز. شمس هستم از کامل تماس گرفتیم. از این خاطر کسایی که اکسیژن گرفتن میتونه اکسیژن میگیرن، تکلیف شش دارن یا چی کنن، چی رقم تداوی کنن، امکانات دارن تداوی میشه یا نمیشه، بگه که دکتر صاحب معلومات بده. تشکر. ممنون، شما سلامت باشه. تشکر میکنیم. بهتر امی است که افرادی که نمیتونن، امو هدفش اکسیژن استفاده کردن، امو انهلر ها است، در صورتی که نتونستن استفاده از انهلر بکنن، استفاده از دواهای کورتیکوستروئید سیستمیک، یعنی دواهای اورال است، یعنی از طریق دهن، مثل دکسامیتازون و پردنیزولون تحت نظر دکتر معالج که تثبیت شود که مشکلش 100% مشکل اسما یا نفس تنگی است، میتونه از او طریق استفاده بکنه، از طریق اورال. و اگر در صورتی که از طریق اورال یا خوردنی هم تثبیت نشد، از طریق وریدی در حالتهای بسیار شدید پیشرفتش، ما دکتر صایبا میتونن استفاده از امینوفیلین، که حتی او کسایی که بسیار شدید در از قسمت عضلات اضافی تنفسیش استفاده میکنه و او بسیار شدید مریض سیانوتیک است، مشکلات داره، میتونه پلی از که بالای سیستم تنفسیش تاثیرگذار است، بالای قلبش هم تاثیرگذار است، از پیچکاری های امینوفیلین که خیلی مهم است و زیاد از افراد استفاده میکنن، انفیوژن های امینوفیلین خیلی مهم است برشان، قابل تداوی است. برادر ما تشویش نکنن، مراجعه بکنن به نزد دکتر معالجشان، انشالله بخیر بهتر میشه. انشالله. بازم تماس داریم دکتر صاحب. سلام روستان، بخیر دوست عزیز. سلام برادر محترم، خوب هستین؟ مهربانی کرد اول اسمتان رو بگوین بر ما، یکی از کجا به تماس شدین، بعدم پرسش دارم. سر من شکر داره، نفسش تنگ میشه، باز دستراتش شانهش سوزش میگیرم، یعنی تو بیتهای شکر نکه میخوریم این اساسیت برش پیش میشه، تو نفس تنگی ها برش پیش میشه. فشار بلند هم دارن؟ بله. فشار بلند دارن؟ بله فشار داره، شکر هم داره. بگه این دوای شکر اگه میخوره یک قسم اساسیت ولی یک قسم سلفه میکنه برای 10 دقیقه 20 دقیقه، باز باز علاج میتونه، باز این تخته شانه شد سینه شد. دوای فشار چی استفاده میکنه؟ دوای فشار هم میتونه بگوی چی استفاده میکنن؟ دوای فشار میخوره های میتونه درست نمیفهمم دکتر صاحب. درست است. بله. نام دوا را گفته نمیتونی برای ما؟ نام دوا را گفته میتونیم. تورنمن دکتر صاحب. تورنمن، اما اتنینول از بیتا بلاکر است. بله.
ممنون شما، سلامت باشین برادر محترم. برادر ما در موضوعی که مریضشان نفس تنگی دارن، درست است نفس تنگی یک عرض است، اسما مرض است. خود نفس تنگی که ما به صورت عامیانه میگیم یا دیسپنیا یا گرفتگی نفس یک عرض مرض است. عرض در جمله مثلا میتونه مریض ما پیشتر گفت که مشکل شکر یا دیابت داره. افرادی که مشکل دیابت یا شکر دارن، قلبشان مساعد امراض از طریق مشکل خود شکرشان باعث مشکل قلبیشان میشه. یا باید متوجه باشن که یا اگر در سابق مشکل نفس تنگی داشتن و نفس تنگی های شدید از دوره طفولیت و بعد از سن بلند نفس تنگی هایی که بدون این حالت ها باشه ایجاد شده باشه، او حالت ها را ما میتونیم نفس تنگی بگیم. در این صورت مریض ما استفاده از دواهای شکر میکنه و باعث ایجاد عکس العمل میشه در بدنش، میتونه شوه باعث ایجاد عکس العمل شوه و این باید نزد دکتر مراجعه کنه، تغییر دوا یا همو دوایی که دیگه به شکر است باید شروع شوه. و در صورتی که اگه سابقه نفس تنگی داره، پیشتر گفتم که اگه کسی که سابقه نفس تنگی داره استفاده از بتا بلاکر، که یک از خاندان گفتیم پروپرانول گفتیم، اتنینول یا تینورمنی که برادر ما گفت، ای هم همچنان عکس العمل داره. این مثل از او یک عکس العملی داره که باعث نفس تنگی میشه به مریض. از اون خاطر ما از پیششون سوال دوا را کردم. در صورتی که اگه سابقه نفس تنگی دارن، استفاده از بتا بلوکر برشان دفعتن بهتر نیست، باید با فشارشان دواهای دیگه ای است که میتونه استفاده بکنه و فشار مریض پایین بیاره و تاثیرگذاری حتی دواهای دیگری است که میتونه استفاده بکنه، با شکرشان بهتر باشه. و خود اتنینول یا بیتا بلاکرها در ابتدا به مریض های شکر بهتر نیست. بسیار خوب دکتر صاحب، استرس هم گاهی اوقات در وجود افراد خصوصا جوانان باعث ایجاد نفس تنگی میشه و حتی باعث ایجاد این میشه که بسیار جگرخون شوند، فشارهای عصبیشان پایین و بالا شوه و باعث ایجاد نفس تنگی میشه. حالا این نفس تنگی ها میتونه که امتو ادامه پیدا کنه یا نه از بین میره و فقط موقتی میباشه؟ پیشتر هم بیان کردیم که خود سیستم عصبی اتونوم در قسمت قصبات شخص در صورتی که یک عکس العمل داشته باشه، اونم استرس و هیجان باعث میشه که سیستم اتونوم فعال شود، باعث انقباض یا خرد شدن مجرای تنفسی شود و مریض احساس نفس تنگی بکنه. اگر در صورتی که این حملات پی در پی می باشه، باید مراجعه کنه و تداوی شود. اگر این حملات پی در پی نمی باشه، امراض دیگری در وجودش باید بررسی بکنه که ممکن بعضی وقتا استرس هیجان حتی باعث میشه که ضربان قلب بلند بره و مشکل قلبی داشته باشه مریض، و مشکل قلبیش باعث این شود که مریض ناراحتی از سیستم تنفسی پیدا کنه، بی‌حالی پیدا کنه، یا مشکل شکر داشته باشه، یا حتی هایپوگلیسیمیا یا شکر پایین. بعضی اوقات یک شخص است وقتی در جریان یک برنامه، یک ورزش، یک حالتی که میره ورزش میکنه، در این حالت قبل از قبل یک غذا نمیگیره، شکرش بیش از حد پایین میشه. هایپوگلیسیمی سبب عرق و عرق سرد، حالتهای بسیار وخیمی که برش پیدا میشه که حتی میگه من ضعف میکنم، حالت ضعف و بیحالی برش پیدا میشه. در این حالت باید خیلی متوجه باشن که تنها نفستنگی ها نیست که حالت بیحالی و نفستنگی برشان ایجاد کنه، خود اسما میتونه دیگه امراض هم همچنان ایجاد بکنه. بسیار خوب دکتر صاحب، حالا خود اسما یا نفستنگی را میتونیم بگوییم یک بیماری خطرناک است؟ در اصل در حالتهای شدید یک شخص در یک موقع قرار میگیره که مشکل نفس تنگی داره و مساعد یک انتان، مساعد یک ذرات یا موادی که در او بدنش خیلی عکس العمل قوی داره، از باعث از یک نفس تنگی شدید پیدا میکنه. اگر زود مراجعه نکنه، حالتهای مزمن شدیدش که به حالتهای بیش از حد شدید حاد میره که مراجعه نکنه نزد دکتر، باعث مشکلات میشه به مریض، ممکن باعث مرگ مریض شوه که خیلی خطرناک است برش، میتونه سبب مرگ مریض شوه. چگونه میتونیم اسما یا نفس تنگی رو تشخیص کنیم؟ تشخیص نفس تنگی مهم به اعراض علائم است. کدام معاینه خون مشخص به نفس تنگی وجود ندارد، ولی بعضی از معاینات هست. در اصل زمانی که مریض نزد دکتر مراجعه میکنه در صورتی که احساس نفس تنگی داره و مشکل نفس تنگی سابقه داره، زود باید تداوی شروع شود.
بدون از اینکه ما به معاینات روان کنیم. در صورتی که حالتهای بسیار شدید می باشه پولمونری فانکشن تست میگن، یک حالته که او خیلی آسان است، مریض نزد دکتر مراجعه میکنه، یک ماشین مشخص است که ماشین مشخص وقتی که تنفس شده او با فشار داخل میکنه او سنجش میشه که مشکل بندش طرق تنفسی داره یعنی. و حالتهای بسیار شدیدی که حالتهای مثلا مریضای بستری می باشه، مشکلات بلد گاز میگن، گاز بدنشان سنجش میشه که او نقش در زمانی دارن که نفس مریض خیلی نفستنگی حالت بسیار شدید وخیم داره که حتی استراحت شده نمیتونه، مریض بیحال است، شعورش خراب است. اینی حالت ها باز در معاینات ربط میگیره و در زیادتر دکتر صاحبا اکس ری یا استفاده از اکس ری میکنن. اکس ری در حالت های مهم است که مریض دکتر فکر بکنه که یک مشکل دیگه سر مریضی از اضافه شده، مثل سینه و بغل، مثل نوموتوراکس، مثل دیگه امراض سیستم تنفسی است، برای خاطر تثبیت از ای اگر اکس یا اکس ری سینه بگیره بهتر است. در غیر از او استدباب نداره و اگر در صورتی که یک شخص نفس تنگ باشه در اکس ریش هایپر انفلیشن یا پر هوایی دیده میشه یا هم اکس ریش مکمل سیا دیده میشه، در این حالت مشخص میشه. بسیار خوب دکتر صاحب، هرچند که تداوی وظیفه شما دکتر صاحبای عزیز است، بیاین یک کم اشاره برام بتین که چگونه میتونیم که نفس تنگی ها را تداوی کنیم، ولی قبل از اون تماس داریم. سلام دوست عزیز، روزتان بخیر. دوست عزیز صدای ما را دارین؟ فکر کنم صدای دوست ما را نداریم. دکتر صاحب به صحبت های خود ما میپردازیم. تداوی نفس تنگی بر علاوه که ما و شما قبل از قبل باید مریض راهنمایی شود که چطور بتونه جلوگیری از امو خطرات یا موادی که باعث نفس تنگیش میشه او را باید جلوگیری کنه. این تداوی است که خود شخص میتونه. بعدن تداویی که پیشتر گفته که مربوط دکتر صاحبا میشه، تنها طبقه بندیش ما براتون میگم، گرچه تداوی نفس تنگی خیلی وسیع است، تداوی از این مراحل مختلف داره، مثل که پیشتر هم بیان کردیم به مریض ما که کدام مرحله تداوی رو بگیره. اما طریق ابتداعا تداوی های انشاقی است که شارت اکتینگ الفا بیتا اگونیست ها است. این شارت اکتینگ بیتا اگونیست ها را ما برشان استفاده میکنیم، اونمو وسایل انشاقی است که استفاده میشه به مریض. اگر بهتر بود در صورتی که امو مواد انشاقی را در هفته 3 بار استفاده کرد مریض خوب بود، یا در روز 1 بار استفاده کرد مریض خوب بود، اما تداوی اول درست است و برش و کتمو امرای امو ادامه بده و خوب و بهتر است. در صورتی که امرای از این خوبتر نشد، باز دوای بعدیش امرای از این شارت اکتینگ کورتیکوستروید ها استفاده میشه. کورتیکوستروید های انشاقی مثل بکلومیتازون و دیگه دواهای انشاقی است که میتونیم همراه با ازی شارت اکتینگ ها استفاده بکنیم. در صورتی که ای هم ناکام شد و مریض خوب نشد، مرحله سوم. قبل از مرحله سوم دکتر صاحب تماس داریم. آقای صفاودین از کابل، سلام روزتان بخیر. علیک سلام برادر محترم، مهربانی سوالتان رو بگوین. سوال رو بینویست که من قراری رضام افتای سال پیش من در جای در جنگ درگیر شده بوده، من که نمیده در نیز خبرگه چپ ما یک بکستانجا خورده تو خبرگه من میده شده بود. باز من رفتم این را اکسش هم گرفتم و بعض مایناتا خدا کردم، باز امو دکتر با ما گفت که شاید در آینده با شما نفستنگی پیدا شده. حال ما قریب یکم 5 متر یا 100 متر میرم با ما نفستنگی پیدا شده میره، یا یک بالا که گپ میزنه ما نفستنگی برام پیش میشه و دوم دیگه اینو نفستنگی برام پیش میشه که ما حتی این سرم رو درد میاره. مهربانی شما پرسش دارین دکتر صاحب؟ تا بالا دیگه تداوی ها انجام ندادی؟ نه خیر، نه دکتر صاحب، تداوی را انجام ندادیم. من خب حالا تقریبا یگان یک سال میشه که این تکلیف بر ما پیدا شده. آیا راه حل از چی رقم از چی کنیم؟ بس خوشتون دکتر بود. درست است، تشکر. ممنون، شما سلامت باشه. برادر ما اسما نداره. بله. مشکل از این مشکل ترومای قفس سینه است یا ترومای صدر گفت که بله. زخمی که شده، مشکلی که پیدا کرده، او شکستگی قسمت خود ریبس ها و قسمت قفس سینه وقتی که ضربه میبینه، بعضی حالتان نیموتوراکس پیشتر هم گفتیم که تشخیص تفریقی بر از او حالت شده، یعنی
امو ضربه که دیده به قسمت خود شش، ای باعث شده که صدمه شدید به شش وارد شود، یا یک قسمت شش تخریب میشه، یا یک قسمت شش مشکل پیدا میکنه، در قسمت تنفس سهم نمیگیره. از این خاطر ممکن از برادر ما یک پیشتر هم گفتیم که تا زمان استتباب اکسری نمیباشه، اکسری ازی باید نزد دکتر گرفته شود، تثبیت شود که مشکل اساسی ازی چی است، ولی اسما ازی نیست و میتونن مراجعه بکنن نزد دکتر صاحب های معالج که او تثبیت شود که دلیل ازی که برادر ما نفس تنگ میشه، آیا مشکل تنفسی ازی از باعث ای است که خود شش ضربه دیده و در قسمت فعالیت یا حرکات یا تنفس یا اکسیژن گیری تنفس مشکل پیدا کرده، دلیلش چی است؟ تثبیت شده 100%. ما همان طوری که ما برات بیان میکنم، زمانی که ما و شما یک اکسیژن خوب عمیق میگیریم، باید تمامشش در قسمت تنفس ما نقش داشته باشه. ما زمانی که یک فعالیت عادی داریم، بسیار عادی نفس میکشیم، اونمو اکسیژن بر بدن ما خوب است، اکسیژن رسانی بدن ما خوبتر میشه، و زمانی که ما نیازمند، گفت که ما یک چند قدم راه میرم نفس تنگ میشم، نیازمند مقدار زیاد اکسیژن در بدن میشه، انرژی زیاد بدنش نیاز پیدا میکنه. از این خاطر قسمت زیادی از چش باید در قسمت تنفس نقش داشته باشه. از این خاطر تمام بر علاوه که شش نقش دارد در قسمت تنفس، عضلاتی که در بالای شش قرار داره، در قسمت قفس سینه قرار داره، در قسمت تنفس نقش داره. اگر مشکل داشته باشه عضلات تنفسی، در این حالت مریض نفس تنگ میشه و مشکل نفس تنگی پیدا میکنه، چون که نیازمند اکسیژن بیشتر است. بله. خب دکتر صاحب، ما مرحله سوم تداوی را داشتیم تشریح میکردیم که تماس آمد، حالا به مون میپردازیم. مرحله سوم تداوی در صورتی که تاثیر خود کورتیکوستروید های انشاقی به مریض بهتر نبود، ما استفاده از کورتیکوستروید های سیستمیک و لانگ اکتینگ بیتا آگونیست ها میتونیم برشان توصیه بکنیم. که لانگ اکتینگ بیتا آگونیست ها مثل سرمترول و اینی دواهایی است که او را میتونیم استفاده کنیم همراه با کورتیکوستروید های سیستمیک مثل پردنیزولون، دکسامیتازون و دیگه دواهایی که استروئید هستند، میتونیم به صورت سیستمیک یا خوراکی اورال استفاده کنیم. اگر مرحله چهارم هم نتیجه بخش نبود، حالتهای بسیار شدید بود که مریض درست نمیتونست تنفس بکنه، میتونیم مریض بر علاوه که ما از طریق نیبولایزیشن میگن، حالتی است که مریض باید نیبولایز شه و که او در زیادتر افراد در خانه هایشان همچنان دارن از اون ماشین های نیبولایزر که استفاده از اون مواد میکنن، و او بسیار به صورت شدید به مریض داده میشه و انجام از این خوب کار بهتر است که مریض حالتش بهتر میشه و این نیازمندی است که نزد دکتر مراجعه کنه و این تثبیت شه و این را برش استفاده کنه، و استفاده از کورتیکوستروید های زرقی و استفاده از دوای امینوفیلین که دوایی است که خیلی تاثیرگذار است، استتباب خاص داره، در موقع خاص باید استفاده شود. این مرحله های بسیار عادی تداوی از این بود که آنقدر از طریق مطبوعات خوبتر نیست گفتنش، از این خاطر باید مهم این است که نزد دکتر مراجعه شود. تثبیت و تشخیص مرض مهم است که بعداً تداوی صورت بگیره. بله، بازم تماس داریم دکتر صاحب. دوست ما از هرات به تماس شدن. سلام رستان، بخیر. دوست عزیز، صدای ما را میشنوین؟ میشنوین جور گفتارین. ممنون شما برادر محترم. خواب سرد که میخورم خیلی نفس تنگ میشم، یا توریشی که میخورم خیلی نفس تنگ میشم، یا علتی نمی فهمم چی درده. مهربانی شما، پرسش دارین دکتر صاحب؟ نفس تنگیتان چقدر وقت شده؟ می توریشی که میخورم نفس تنگی پیدا میکنم، بعد همین آب سرد که بخورم خیلی نفس تنگ میشم، مشکلات می نمیفهمم چی تاثیره. چقدر وقت شده؟ چند سال میشه برادر محترم که امی رقم زمان که آب سرد و ترشی نوش جان میکنین نفس تنگ میشین؟ یک مدت دو بار میشه. دو بار؟ دو ماه. دو ماه میشه، درست. ممنون شما، سلامت باشه.
برادر ما بر علاوه که ممکن اگر ممکن مشکل نفس تنگی سابقه داشته باشن، گفتیم موضوعات جرد یا ریفلکس میده یا برگشت اسید میده میتونه باعث نفس تنگی شود. زمانی که یک مریض استفاده از ترشی باب میکنه و استفاده از غذاهای ترشی آب سرد میکنه، عکس العملی که در قسمت مری یا میدهشان ایجاد میشه، این عکس العمل باعث میشه که اسید میده در قسمت بالا بیاید در گلون مریض و عکس العمل در گلون مریض ایجاد شود و این باعث نفس تنگی به مریض شود اگر مشکل سابقه ندارند. در صورتی که اگر مشکل سابقه دارند، مریض مشکل داره و 100% تثبیت میشه که نفس تنگی داره، اون تداوی هایی که گفتیم نزدش انجام شود، انشالله به خیر بهتر میشه. ولی اصلا تاکید در این است که باید یا توجه زیادتر سر میدیشن. ممنون شما، سلامت باشین دکتر صاحب عزیز که بر ما فرصت دادین و برنامه ما تشریف آوردین. اگر توصیه به بیمارای عزیز دارین خیلی کوتاه از شما میشنویم. توصیه به بیمارای عزیز ای است که استفاده از مواد انشاقی یا عمو دواهایی که از طریق انشاق یا اکسیژن هایی که استفاده میکنن خیلی محتاط باشند. تاثیرگذاری از امی مواد انشاقی حدوداً در صورتی که به صورت منظم اگر استفاده شود تقریباً 15% از تاثیرش، از این خاطر خیلی محتاطانه انجام بتن ای را و نزد دکتر زمانی که مراجعه کردن توصیهشان این می باشه که شما یک شهیق بسیار عمیق انجام بده، بعد از او به صورت زفیر زمانی که ما شما انجام میتیم شهیق زفیر اردوش مشابه، یعنی تنفس گرفتن و تنفس بیرون کردن بس. شما یک تنفس عمیق بیرون میکنی، بعد از او زمانی که تنفس باز میگیری در او انگام باید او نبولایزر یا امو انهلر استفاده شود. دوم، بعد از استفاده از انهلرها تاکید در ای باشه که دهنشان باید شسته شود باز امرای آب که بعدن انتانات مشکل دهن یا انتانات سیستم دهن ایجاد نشه. ممنون شما، سلامت باشید. ممنون همراهی شما خوبانم هستیم که همه جمعه ها ما را همراهی کردین. تا دیدار بعد، الله نگهدار همه ما و شما.